دو روزه دی؟ خب جوجه دو روزه است و حالا به هر علتی خانواده ترجیح دادن که بهش سرلاک بدن. بسیار کشوی، بسیار سایز کوچیکی داره، ریزه، و قبل از اینکه بهش دست بزنیم یا بخوایم سرلاک بدن حتما باید دستمون رو بشوریم. این سایز جوجه است، ملاحظه می‌فرمایید، بسیار ریز و کوچولو. خب من بذارم جای نرم، دوباره در رو می‌بندیم تا سرلاک آماده کنیم. خب سرلاک رو باز می‌کنیم. دمایی که باید جوجه در این سن بمونه 34 33 تا 35 درجه است، همون 34 درجه خوبه، چون خب دو روز از هچش گذشته، از تفریقش گذشته. سرلاک هم که استفاده می‌کنم سرلاک ایرانی ریو هست، تا به حال خوب جواب داده. اون که قاشق سرلاک می‌ریزیم توی استکان کوچیک. آب هم که استفاده می‌کنم آب جوش هست، از سماور باز کردیم، دمای 80 تا 100 درجه هم با این قاشق میتونیم سرلاک بدیم و هم با سرنگ، چون سنش پایین است. قطره قطره بایسته بریزیم بین دو نوکش و به نوعی پرنده بتونه تغذیه کنه. آب جوش روی سرلاک میریزیم. قوام سرلاک در این سن و برای بار اول باید کاملا آبکی باشه. بهتره که سرلاک رو 6 دقیقه بذاریم داخل آب گرم. تا سرلاک کامل حل بشه. خب بعد از 6 دقیقه سرلاک رو برمی‌داریم. کاری که میتونیم بکنیم این که باید استفاده از یه دماسنج دمای سرلاک رو بتونیم بسنجیم. دمای 34-35 درجه مناسب است، هرچند 37-38 درجه هم گفته شده. داخل سرلاک قرار میدیم و همونطور که میبینیم ستون قرمز رنگ رو به افزایش میکنه، روی 35 درجه هست. البته خود سرلاک هم باید قبلش بشوریم تمیز باشه تا بتونیم داخل سرلاک قرار بدیم. دقیقا 35 درجه هست دماسنج، این دما رو نشون میده. و یک کاری هم که میتونیم بکنیم این هست که یه قطره از سرلاک رو بریزیم روی دستمون و دماش طوری باید باشه که نه بسوزونه و نه خیلی سرد باشه. این قاشق نوک کجی است که با اینم میتونیم به پرنده سرلاک بدیم و یا سرنگی که تازه تهیه شده، و اگر قبلا از سرنگ استفاده کردیم باید بشوریم و داخل آب داغ رو بکشیم و داخل آب داغ اینو ضد عفونیش بکنیم. خب سرلاک ما آماده است برای اینکه توسط پرنده مصرف بشه. هر دو تا راه را هم امتحان میکنیم. حالا یه مقدار داخل سرنگ میکشم به حد 1 cc و با قاشق هم که خدمتون نشون میدیم که چطور سرلاک مصرف بشه. وسایل اضافی رو بر میداریم. خب هوایی که داخل سرنگ است خالی میکنیم. پرنده رو خیلی آروم داخل کف دستمون بر میداریم، با دو انگشت سعی میکنیم دو طرف سرش رو بگیریم. پرنده بسیار کوچک هست به این فوق و پر جنب و جوش هست. یک قطره از سرلاک بین دو نوکش میچکم.
یه قطره سرلاک بین دو نوکش میچه کنیم و سرلاک اضافی رو سعی میکنیم که پاک کنیم که سر پرنده رو خیس نکنه. دوباره یه قطره دیگه سرلاک اضافی رو